سلام و عرض ادب و ارادت می‌کنم رفیقای گل. میخوام از تعویض این شیلنگای باگ که پک کابل کوچیک بزرگ پوسیده شدن، میبینی وقتی بنزین میزنی میریزه، میخوام برات صرف تا صد تعویض کنم. ببینی اش کنی، بریم سر اصل مطلب. ببینید شما باید دو تا پیچای باگو که آچار 12 میخورن باز کنی. اینجا نور کافی داری؟ باید آچار 12 یا جغجغه 12. فقط همین دوتا کافیه، فقط همین دوتا رو باید باز کنی، پیچ دیگه دست نزنی. این دوتا رو باز میکنی تا بتونی راحت شیلنگا رو بکشی بیرون و نوش کنی. آقا اون لایک خشنگه رو بزن تا بریم بقیهش. دمت گرم. وقتی هم که خواستی این شیلنگا رو عوض کنی، خب این شیلنگا رو خواستی عوض کنی، باگت باید پر نباشه، باید خالی کنی. یعنی باش دور برو خالی کن. بعد حالا شما میخوای تو خونه انجام بدی، چاله نداری، این زیر انداز میندازی راحت. میخوام یه جوری عوض کنم، ببینی اش کنی، خودت بری عوض کنی شیلنگا رو خیلی راحت. این پیچش. حالا بعدی ما این دوتا رو باز میکنه که یکم باگ بیفته پایین، جا دست داشته باشیم. و یه نکته بسیار مهم، بسیار مهم، ماشین دوگانه باشه شیلنگ باگش فرق داره با تک. تکش خب خمدار نیست ولی دوگانه خمداره. ببینید چقدر باگ اومد پایین، اینجا رو نگاه کن، باگ اومد پایین، دیدین؟ خب حالا اینا رو باز میکنی. این پیشگوشی دوسو لازم داری؟ تو بتونی بس تو باز کنی. یه بستم روی خود باگه، اینجا میبینید کشگوشی دوسو میخوره. شیلنگ جامونده. حالا این درش میاری. ببینید دو تا شیلنگ کوچیک داری، خب این شیلنگ با اینه و این شیلنگ با اینه، قاطی نکنی. چقدر خوش شده، مثل استخون سگ شده. بکشی بیرون. اینجا باقی مونده شیلنگ، بس میکشی بیرون با یه انبر دست. آقا اگه تا اینجای ویدیو واقعا یه چیز قشنگ یاد گرفتی، لایک رو بزن. دمت گرم آقایی که الان لایک رو زدی، دمت گرم. اگه پیج ما رو نداشتی حتما سابسکرایب کن، نکات بسیار ارزنده یاد میگیری. دمت گرم. خب
حالا بریم سر وقت شیلنگای باک. یه نکته بسیار مهم اینجا وجود داره که با دقت بالا باید گوش کنی. اگه ماشین دوگانه است میری میگی شیلنگ باک بهم بده دوگانه، دوگانه خمش بیشتره، میدونی اینجاش یه خم داره ولی تک یه خم داره. شیلنگا رو در میاری ببین شیلنگ بزرگ داره کوچیک داره، یکی دیگهش کنه اینجاست. خب بخوای جا بزنی، یک کمی روغن، هنوز میره داخل باگت خیلی بهتر هم هست، یک کم اوکی میشه واسه موتورت هم خوب، عجیب تورات هم خوبه. این یک کمی روغن میزنی، بستم روغن میزنی، بست و روون میکنی. این روون نیست، من دارم روونش میکنم. خب اینم از سال سگ باز نشده در این حد، ببینید چقدر خاک داره، یه فرقون خاک ریختن روش دیگه. بست رو همه رو آماده میکنی تا بعد راحت بتونی جا بزنی. این بستم همینجوری خدا وکیلی، نگاه کن چقدر خاک داره، نگاه کن چقدر خاک داره. یه روغن میزنی بهش تا راحت بتونی سفتش کنی. خب موقع بستن شما باید اول خب میتونی این شیلنگ هم جا بزنی یا این شیلنگ، این دوتا رو میتونی جا بزنی اول، فرقی نداره این دوتا چون راحته. حالا ما کوچیکر رو جا میزنیم تا خیالمون راحت بشه. ببینید یه دونه از اینا اندازه شون یکیه، ببین اندازه یکیه فرقی نداره. بستایی که رو اینا هست در میاری، خب شما 4 تا از این بستا تهیه کنید خیلی راحت برای همیشه، راحت صفر کنید برای اینا، خیلی مختصر مفید. دیگه نمیخواد این بس عوض کنی، هی شما شیلنگا هی مصرفی هی خراب میشه ولی این بس ها دیگه خراب نمیشه مگه دیگه 10 سال بگذره. ببین جا میزنی اینجا، حالا بلند بود بده بره تا ته، حالا بستشو صفر میکنی. یه جورم بستو صفر کن، البته شما فرض کن خب اینجوری زیر ماشینی چاله نداری، به سمت خودت صفر کن راحت باشی. ببین اینجوری 100% هم به سمت خودت صفر میکنی چون نمیتونی جور دیگه صفر کنی. یه دونه از این بستا میندازی واسه این ور، یه دونه اون ور، خیلی راحت. آقا لایکو بزن بریم دومش. حالا میری اینجا، شما اینجا یک کم اذیت میشی خب با یه پیشگوشتیه که کوچیکتر باشه، به قول ما مچی، با مچی بتونی بندازی خیلی خوبه. چرا من دوتا پیچ باگو باز کردم؟ به خاطر اینکه جا دست داشته باشی راحت. خب این بس رو صفر کردی، حالا میری سر وقت شیلنگ بزرگ. چجوری جا بزنیم اینو؟ قشنگ با دقت نگاه کن. ببین اینجوری سری که خم داره میفته سمتی که از بالای باگ میاد. ببین بسش، ببینی اوکی هست یا نه. اینجوری جا میزنی، بعد میه واسه بس بعدی. این زیر رو باید تمیز کنی خب، چون موقعی که شما باید بس رو صفر بکنی، اینجا خیلی مهمه، بس رو صفر بکنی
هر چقدرم صفر کنی بنزین میده، چون آشغال زیر شیلن. یه دستی هم میکشیش، یکم زور چاشنی نیاز داره. ببین انداختم سر جاش، حالا با پیش گوشتی میبندمش. ببینید روونش کردم با روغن چقدر خوب شد. اگه بستتون گیر داشت راحت ببندید، سمتی که خم داره میفته از جایی که شما بنزین میریزی، بنزین میزنی در به باک. تا جایی که زور داری سفتش کن، ولی اینقدر زور نزنی که دیگه بس رو بتر کنی. ببین زیر دستت معلوم میشه که چقدر داری سفت میکنی و بس هم به خود رد بده. ببین من دو دستی سفتش کردم، دیگه دهنش سرویس شد. خب این بس یکم سختره، اذیتت میکنه. شما میتونی با آچار هش، خب آچار هش، ببین اینجا نگاه کنید، آچار هش یا پیشگوشتی، من نور رو اوکی کنم، یا پیشگوشتی دو سو که بتونی راحت سفتش کنی. اینو خیلی نندازی به جلو، خب اینو وسط سفتش کن، یه جایی که میزون باشه، نه خیلی وسط نه خیلی سر شیلن. این مشتی سفتش میکنم، همین بس از همه سخت داره. ببینید با آچار هشت یا پیشگوشی دو سو بس تو خیلی اینجا نندازی، وسط بنداز، دقیقا وسط، نه خیلی سر چلنگ نه خیلی پایین اینور. خب حالا میریم واسه شیلنگ بعدی. داری روغن میزنی داخل شیلنگ چرب بشه، هیچ کار نمیشه، خاطر جمع هیچ کار نمیشه. شیلنگ بستا رو رد میکنی، خب من میاد اینجا، دست منو ببین، شیلنگو قشنگ با دست بده تو تبره. این الان رفیم، حالا از روی شیلنگ بزرگ اینجا نگاه کنید، اینو ببین، حالا قشنگ بستو میگیری، میذاری سر جاش. اینم همینطور، اینو یه جوری بذار که بعدا که اگه دوباره خراب شد بتونی بازش کنی، یعنی بتونی انبر دست بندازی بکشیش عقب. این منظورم بود، با یه پیشگوشتی نیاز داری، خب موقعی که بستو میندازی با پیشگوشتی هلش بده بره عقب. ببینید الان قشنگ جا نیفتاده، ببینید بس قشنگ رفت سر جاش. حالا میری واسه شیلنگای کوچیک دیگه، یعنی شیلنگ آخری، بستاشو رد میکنی، خب بستای کوچیک. البته من بزرگ بستاش آوردم، برم کوچیک بیارم. بستا رو رد میکنی میندازی این یکی و این یکی، حالا بستاشو صفر میکنی. این بس هم صفر میکنی، این هم از اتمام شیلنگا. حالا بریم واسه بستن خود باک. خب این پیچای باک بسیار کثیفه، از سال سگ باز نشده بستنش. ببین میاری بالا، فقط بند میکنی، خب بند میکنی، صفر نکنی. یا ببین چی دارم بهت میگم، بند کن صفر نکن، خلاص تا بتونی یکی رو بند کنی، بعد دوتا رو با هم صفر کن، خلاص
یا دست بدی داره لامصب. این من بند کردم الان میخوام صفر کنم. اگه آچار 12 جرجقه داشته باشی خیلی عالی میشه ها، خیلی. اینا رو هم خیلی صفر نکنی دیگه، زیر دستت صفر شد اوکیه. ببین اینم از تعویض شیلنگای با کامل، کوچیک بزرگ متوسط. آقا اگه واقعا با دیدن این ویدیو حال کردی، یه چیزی مطلب قشنگ یاد گرفتی، لایک و سابسکرایب یادت نره. کوچیک همه ستلا.